بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، عيد همگی مبارک، عيد ولادت آقا امام هادی علیه السلام بر همه شما عزیزان مبارک و میمون باشه. امیدوارم هر کجای دنیا هستید به زودی های زود با عنایت امام زمان و امام هادی علیه السلام مشرف بشید مشای شریف و نورانیشون، و انشاءالله بعد از اون هم مشرف بشید کربلای معلا. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه معراج و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمند. سلام علیکم آقا. علیکم اسعد السلام الله و رحمت ایامکم. الله و برکاته، اسعد الله ایامکم، محضر همه بینندگان محترم و عزیز. سلام عرض ادب دارم و میلاد با سعادت امام هادی را به همه شیعیان تبریک عرض میکنم. سلامت باشین دوستان عزیز، انشاءالله میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم از الان طبق معمول برنامه معراج، و شما هم میتونید الان روایت برنامه رو ببینید و بعد از اون گوش بدیم به درس جناب استاد بهرمند. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن محمد الهادي، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بمناسبة روز ميلاد با سعادة آقا إمام هادي سلام الله عليه، در آستانه عيد بزرگ قدیر، چند مطلبی را از زندگانی حضرت امام هادی علیه السلام محضر بینندگان عرض می کنم که انشاءالله می تواند برای ما درس های بسیار آموزنده ای داشته باشد، و امید است که ولایت و نورانیت ما به برکت این روز عزیز و برکت نام نامی حضرت امام هادی علیه السلام انشاءالله بیشتر بشه. از جمله کراماتی که نقل شده در کتاب‌های معتبر از امام هادی سلام الله علیه، کرامتیه که جناب قطب راوندی، این عالم جلیل القدر، که در کتاب خرائج آن را نقل می‌کنه که شخصی نصرانی مذهب، مسیحی مذهب، به نام یوسف ابن یعقوب این کرامت را نقل کرده. کرامات ائمه نه فقط شامل حال دوستان و شیعیان میشه، عنایات ائمه هدا علیهم السلام حتی شامل حال دیگران هم میشود. این یوسف ابن یعقوب میگه من در زمان متوکل، یک وقت متوکل مرا احضار کرد، احضار کرد که باید هرچه سریع خودت را سامر را برسونی، کارت دارم. وحشت عجیبی بر من افتاد، نمیدونستم او با من چیکار دارد، و متوکل کسیه که به راحتی اسباب کشتن افراد را فراهم میکنه و هیچ خوفی و باکی از کسی ندارد. برای اینکه از شر او در امان باشم و از ناحیه او به من آسیبی نرسه، به دلم افتاد که 100 سکه نذر حضرت امام هادی علیه السلام بکنم. حالا این شخص مسلمان نیست، شیعه که هیچی، مسلمانم نیست، یک فرد مسیحیه، یک فرد نصرانیه، اما میدونسته که امام هادی سلام الله علیه انسان صاحب منزلت و مقام در پیشگاه خدای عز و جل به واسطه
نظری که برای امام هادی علیه السلام کرده قصدش این بود که اگر از ناحیه متوکل بناس به او آسیبی برسه، شر برسه، به برکت این نظر برای امام هادی از شر متوکل خلاص بشه، آزاد بشه. میگه 100 تا سکه را گذاشتم در یک کاغذی، کاغذ را هم در آستین خودم پنهان کردم، راه افتادم به سمت شهر سامرا. تا کنون شهر سامرا را من ندیده بودم. شهر سامرا را ظاهرا متوکل ساخته بود و یک برج عظیمی هم در آن ساخته بود که تا کنون اون برج موجوده و میرفت روی برج خودش قرار میگرفت با اسب و از ارتش خودش سان میدید. خلاصه میگه من ترس عجیبی به دلم افتاده بود و راه افتادم به سمت شهر سامرا. این شهر را ندیده بودم، هیچ کسی هم در این شهر مرا نمیشناخت، امام هادی را هم ندیده بودم، منزل حضرت را هم بلد نبودم. اما از اون طرف متوجه شدم که حضرت تحت نظر دولت هستند، حق خروج از منزل را ندارن و کسی هم نمیتواند اون حضرت را ملاقات کنه و حضرت در حصرن. گفتم خدایا چکار کنم الان؟ از اون طرف هم دلم میخواست که اول پول را به دست حضرت هادی علیه السلام برسونم و بعد برم نزد متوکل. اما وضعیت امنیتی شهرم اینطوریه، به طوری که حتی جرأت سؤال کردن آدرس منزل امام هادی علیه السلام رو به خود نمیدادم. بله. به دلم افتاد این کارو بکنم که زمام این مرکبم را به حال خودش رها کنم، بذار بگرده تو کوچه ها و تو خیابون های سامر را تا شاید خدای عز و جل برای من فرجی برسونه. بدون اینکه من این حیوان زبون بسته را راه نمایی کنم، راه افتاد از این خیابون به اون خیابون، از این کوچه به اون کوچه، تا سرانجام در یک خانه ایستاد. هر کاری کردم که این حیوان حرکت کنه از جا حرکت نمی کرد. متوجه شدن یک سری دارد این کار، که چرا از بین تمام خانه ها این حیوان این خانه را انتخاب کرده و ایستاده و از جا هم تکون نمیخوره. به غلامم گفتم که آهسته از کسی بپرس اینجا کجاست، چجور جاییه، این خانه متعلق به کیه. غلام پرسید و بهش گفتن اینجا خانه حضرت ابن الرضا، امامان بعد از حضرت رضا علیه السلام را میگفتن ابن الرضا، یعنی جواد الائمه سلام الله علیه ابن الرضا بودن، امام هادی علیه السلام ابن الرضا بودن، امام عسکری علیه السلام هم ابن الرضا بودن. گفتن بپرس، گفتن بله اینجا منزل ابن الرضا است، منزل امام هادی علیه السلام. و من تعجب کردم، گفتم الله اکبر، سبحان الله، این یک دلیل روشن بر حقانیت این امام بزرگواره. از کجا این حیوان زبون بسته باید بفهمه که من با امام هادی کار دارم و اینجا منزل امام هادیه، و از کجا این راه را پیدا کرد؟ چه کسی به او این راهنمایی را داد؟ گفتم این واقعا یک بیانیه است و یک دلیل روشن بر حقانیت این آقا. در خونه باز شد، یه غلام سیاهی آمد بیرون و گفت انت
یوسف ابن یعقوب، یوسف ابن یعقوب تویی؟ گفتم بله من هستم. با خودم گفتم این دلالت دومه، مرا در این شهر کسی نمیشناسه، تا حالا وارد این شهر نشدم، اولین مرتبه است در این شهر قدم گذاشتم، هیچ کسی نام مرا نمیدونه. این غلام سیاه از داخل خانه آمد بیرون، از کجا متوجه شد نام من یوسفه و فرزند یعقوبم؟ گفتم اینم دلیل دوم و آیه روشن بر حقانیت صاحب این خونه است. مرا راهنمایی کرد این غلام، داخل شدیم. من در دهلیز خانه، این در دالون خونه، من نگر داشت، خودش وارد اندرون شد. بعد از مدت کمی اومد بیرون و گفت اون 100 سکه طلایی که نذر امام هادی علیه السلام کردی و آن را در کاغذ گذاشتی و در آستین خودت پنهان کردی، امام هادی علیه السلام میفرماید اون را به ما بده. با آدرس دقیق بود. گفتم سبحان الله، الله اکبر. اینم دلیل سوم، یه امری بود بین من و خدای عز و جل، سکه هایی را بدم به امام هادی، مخفیش هم کردم، احدی هم مطلع نبود. به من گفته شد 100 تا سکه در کاغذ گذاشتی، اونم در آستین خودت پنهان کردی و اینها حتما نماینده خدای عز و جل. از کجا دانست که من یک چنین عملی انجام دادم؟ بالاخره اجازه به من دادن که من محضر آقا امام هادی سلام الله علیه برسم، محضر حضرت رسیدم. به محض این که چشم حضرت به من افتاد، فرمود از صبح تا حالا چی دیدی؟ آیا برای ایمان آوردنت و برای هدایتت کافی نبود؟ گفتم آقا اون چه که دیدم کافیه، ادله محکم و کرامات قوی ثابت میکند که شما برحقید و من باید به آیین شما در بیام. حضرت فرمودن اما موافق نمیشه. شما بله توفیق به مسلمون شدن پیدا نمی کنید، اما در عوض خدای عزوجل به تو فرزندی عطا خواهد کرد که این فرزند از مؤمنین خواهد بود و از کسانی است که به امامت ما معتقد خواهد شد، و این به خاطر اون ارتباط قلبی که تو با ما پیدا کردی. و حضرت فرمودن بعضیا فکر میکنن ارتباط امثال شماها، یعنی ارتباط یهودی، ارتباط نصرانی، ارتباط گبر، ارتباط کافر با امامان برای اونها هیچ نقشی نداره. فرمودن نه درست نفهمیدن واقعیت را. ارتباط امثال شماها با ما برای اونها نتیجه داره، برای اونها مؤثره، حتی برای دفع بلا، حتی برای رسیدن به حوائج و رسیدن به خواسته های دنیایی، نه فقط امامانی که در قید حیاتن، حتی امامانی که از دنیا رفتن، اگر در مزار ائمه هدا علیه السلام کافرها حاضر بشن، سنی ها حاضر بشن، غیر مؤمنین حاضر بشن و دست به دامنشون بشون، قطعا مورد لطف و عنایت اون امام قرار میگیرن. فرمودن برو نزد متوکل و آسیبی از ناحیه متوکل به تو نخواهد رسید، و این اثر اون نظریه که این شخص کرده بود برای حضرت امام هادی علیه السلام. چند تا نکته دارد این روایت و این کرامت،
اولا برای برطرف شدن گرفتاری یا برای اینکه انسان گرفتار نشه، از راهاش این است که انسان نظر حضرات ائمه هدا علیهم السلام کنه، اونم نظر مالی. یه وقت آدم ختم قرآن نظر میکنه، ختم صلوات نظر میکنه، یک وقتی که مالی را در راه خدا نظر میکنه. نظر مالی برای حضرات ائمه هدا علیهم السلام به قصد دفع بلا و به قصد رسیدن به اون مطلب و خواسته ای که انسان دارد، این برای انسان مفید و مؤثر، حتی اگر شخص مؤمن و مسلمان هم نباشه. این اولا. نکته دیگر این است که اگر کسی رابطهش با حضرات ائمه رابطه دوستانه باشه، رابطه عداوتی و دشمنی نباشه، دشمن ائمه نباشه، این دلش با ائمه باشه، حتی اگر ایمان کاملی نداشته باشد، اثر این کار بر روی فرزندان او خواهد بود. تا چه برسد اگر انسان عقیده درست و کاملی داشته باشد نسبت به ائمه، این تاثیرگذار خواهد بود در نسل و در فرزندان و در اولاد او. این شخص را میبینیم با اینکه خودش مؤمن نشد، اما به برکت همین ارتباط با حضرت آقا امام هادی علیه السلام، همین که این آقا را دوست می داشت و با این آقا دشمنی نداشت، عنایت کرد پروردگار متعال که فرزندش بشود از اهل ایمان. و این فایده برای ماها فایده داره. اگر خواستیم ماها فرزندانمون پاک باشند، فرزندانمون صالح باشند، فرزندانمون مؤمن باشن، ماها باید ارتباط خودمون رو با ائمه قطع نکنیم، ارتباط خودمون رو، مخصوصا ارتباط زیارتی خودمون رو با ائمه هدا علیهم السلام بیشتر کنیم، برای هدایت فرزندانمون بسیار مؤثره. دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، میگفت من همیشه نگران نمازهای فرزندانم بودن، جوانهایی داشتم، دختر و پسر، خیلی به نماز اهمیت نمیدادم. تصمیم گرفتم همه اینها را ببرم به زیارت مدینه منوره، به زیارت حرم آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زیارت ائمه بقیع علیهم السلام به عنوان حج عمره. این کاری کردم، پول جور کردم و همه بچه های خودم رو بردم از اصفهان بردم عمره، راحت شدم. بعدش دیدم دیگه نیازی نیست من به این بچه هم بگم نماز بخونم، دیگه حرص نماز اینها را نخوردم. دیگه چنان اون ارتباط معنوی که با آقا رسول الله و ائمه هدا علیهم السلام اینا پیدا کرده بودن، دیگه خودش این باعث شده بود که اینا به طور بی اختیار و اتوماتیک وار به وظایف دینی خودشون و وظایف شرعی خودشون عمل کنه، مشغول باشن. اینکه سفارش شده اکیدن که ارتباط خودمون را، ارتباط زیارتی خودمون را با ائمه قطع نکنیم، از آثارش همین هدایت فرزندانمون به سوی راه حق. بله. کرامت دیگری باز نقل شده در زندگی امام هادی علیه السلام که این شامل حال یک نفر سنیه. حالا این قصه در بنود نصرانی بود، این درباره یک نفر اهل تسنن، اهل اصفهانه که او سنی مذهب بود ولی اختیار کرده بود امامت حضرت هادی علیه السلام. ازش میپرسن تو چه عجب از بین تمام اهل اصفهان تنها تو شیعه امام هادی علیه السلامی؟ گفته بود به خاطر عنایت و کرامتی که من مستقیما از محضر این امام بزرگوار دیدم. قصهش مفصله
حالا به اندازه چند دقیقه که در اختیار داریم، اگر من سامرا بودم، دم کاخ متوکل عباسی بودم، دیدم که جمعیت هی خورد خورد زیاد شد، پرسیدم علت این تجمع چیه؟ گفتن بناست امام رافضی ها را به قتل برسانه متوکل. گفتم امام رافضی ها کیه؟ گفتن ابن الرضا، یعنی امام هادی علیه السلام. من تا کنون اسم اینها را نشنیده بودم. گفتم میمونم تا از نزدیک صحنه را خودم به چشمم ببینم. از اون دور چشمم افتاد به یک بزرگواری سوار مرکب بود و مرکبش آرام آرام می آمد جلو. جمعیت دو طرف جاده بودن و این آها را نظاره می کردن. من به محض اینکه امام هادی را دیدم، با اینکه این آها را نمی شناختم و هیچ رابطه‌ای به این آها نداشتم و اصلا من جزء مخالفین بودم نه جزء دوستان، محبت این بزرگوار به دلم افتاد و شروع کردم در حق این بزرگوار دعا کنم که خدای شر متوکل را از سر این آها کوتاه کن، تا اینکه مرکب امام هادی علیه السلام در برابر من رسید. حضرت صورت مبارکشون را به طرف من کردن و به من فرمودن فلانی، اسم ما گفتن، استجاب الله دعاءک، خدا دعایت را در حق من مستجاب کرد. یعنی متوکل بنا بود به من آسیب برسونه، قصد جانم را کرده بود، اما تو در حق من دعا کردی، دعای تو مستجاب شد. مستجاب شد. در عوض طول الله عمره، خدا عمر طولانی بهت میده، کثر الله ولدک و اموالک، خدا هم مال زیاد هم فرزند و فرزند زیاد به تو عطا خواهد کرد. من از هوش رفتم، اطرافیانم من به هوش آوردن، پرسیدن چی شد. اون چه که بین من و حضرت هادی اتفاق افتاده بود و اینا مخفی کردم، آشکار نکردم، برای کسی بازگو نکردم. گفتم میخوام برگردم اصفهان. برگشتم اصفهان، دریای رحمت الهی متوجه من شد، در رحمت به روی من گشوده شد. میگد اینقدر مال و ثروت پیدا کردم که فقط نقدینگی من در بازار اصفهان 1000000 درهمه، یعنی 1,000,000 سکه نقره. این به برکت دعایی که من حق امام هادی علیه السلام کردم. 10 تا فرزند خدا به من داده و عمر من الان نزدیک 80 ساله و از همه بالاتر من مؤمن شدم. من شیعه آقا ابوالحسن امام هادی علیه السلام شدم. این به برکت لطف و عنایتی که حضرت هادی سلام الله علیه به این شخص غریبه و به این شخص مخالف کرد و او را از ظلمت نجات داد و شد مؤمن به امام هادی علیه السلام. ضمن اینکه وضع دنیاییش بسیار بسیار خوب شد و درسی میتونه باشد این مطلب برای ماها که حتی برای امور دنیایی هم باید دست به دامن حضرات ائمه هدی علیهم السلام بشویم که برای ما قطعا اثردار و نتیجه بخش است. انشاءالله. خیلی ممنونم و متشکرم. خیلی ممنونم ازتون. دوستان عزیز، هنوز در ایام ولادت آقا امام هادی علیه السلام هستیم. امروز روز ولادت امام هادی، از فردا و همینطور تا عید قدیر و حالا هر وقت دیگه. من الان این رو متوجه شدم، حالا جسارتا درسم رو پس بدم خدمت آقای بهره، من حداقلش این هست که ما امروز و فردا رو خرج امام هادی بکنیم. حتی اگر توی خونه غذا میپزیم یا سر کار غذا میبریم، حتی به اندازه چند تا دونه شکلات تقدیم به امام هادی بکنیم به خاطر شادی ولادتشون. و بلا شک اونهایی که حاجت دارن، قرض دارن، اونهایی که گرفتاری دارن، انشالله نیت کنن با انجام این کار انشالله
حاجت روا بشن. چیزی که اشتباه نگفتم آجا؟ بسیار عالی. بزرگواری سلامت بشن. بریم میان برنامه با برگرد. خب وقتتون بخیر. راه های ارتباط و تماشای برنامه معراج رو تماشا کردید. انشالله از هر طریقی که آسان هست براتون و راحت تر میشید با در ارتباط باشید انشالله انتخاب کنید و در خدمت شما عزیزان هستیم. تنها راه پرسیدن سوالاتتون هم این هست که به شماره ای که در آخرین پارت این میان برنامه و در طول برنامه برای شما عزیزان نمایش دیده میشه تلگرام و واتساپ کنید و سوالات خودتون رو بپرسید. تقریبا 10 دقیقه فرصت داریم تا انتهای برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، دیدن فیلم هایی که از تلویزیون یا ماهواره پخش می شود و زنان در آن حجاب ندارند چه صورتی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طبق آیه 30 سوره مبارکه نور که خدای عز و جل اهل ایمان را یعنی پیغمبر اکرم را مورد خطاب قرار داده که به اهل ایمان دستور داده بشه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ای حبیب ما، ای رسول ما، شما به مردان مؤمن بگو که چشمان خودشون را از نامحرم حفظ کنن. بله، این هم شامل غیر فیلم میشه، هم شامل فیلم میشه، هم شامل عکس میشه. بنابراین مسئله نگاه کردن به نامحرم این عملی حرام جایز نیست و تأثیرات بدی دارد، سوئی دارد به روی قلب و روح انسان که روایت میفرماید النظره سهمون من سهام ابلیس. نگاه بد و نگاه به شخص نامحرم این یک تیریه از تیرهای ابلیس و ابلیس از این طریق، شیطان از این طریق میتونه انسان را به سمت خودش بکشونه و عامل انحراف انسان بشه. بنابراین اصلا انسان چشم خودش را کنترل کنه و نگاه به نامحرم نداشته باشه. متشکرم. سلام، کفاره استمنا چیست؟ خدمت شما عارضم، این عمل از گناهان عمل حرامیه و برای انسان غیر از عقوبت در آخرت برای انسان در دنیا زیانهایی دارد، هم ضرر جسمی داره هم ضرر روحی داره و فورا انسان باید از این گناه توبه کنه و استغفار کنه از این گناه. کفاره نداره، توبه داره. باید انسان از این گناه توبه کنه و استغفار کنه به درگاه الهی و کارهایی را باید انجام بده تا بتونه موفق باشه به ترک این عمل حرام. حرام. متشکرم ازتون. سلام، خسته نباشید. با تشکر از برنامه خوب شما، آیا خمس دلیل علمی دارد؟ خمس خدمتون عارضم از ضروریات دینه، از ضروریات قرآن مجید و قرآن مجید به طور صریح دلالت بر وجوب
خمس داره، هم قرآن و هم روایاتی داریم درباره خمس. کسانی که میخوان در این زمینه آگاهی داشته باشن به کتابهایی که در این زمینه نوشته شده مراجعه کنن. بله، هم دلیل قرآنی دارد خمس و هم دلیل روایی دارد و از ضروریات و چیزی که ضروریه منکر آن نمیشن. بله، جزء کفار حساب میشه. اگر کسی ضروریه از ضروریات دین را منکر بشه و این انکارش باعث انکار خدا و پیغمبر بشه، این موجب کفر این انسان خواهد شد. متشکرم ازتون آقا. سلام، فواید غسل جمعه چیست؟ از غسل‌های مستحب غسل جمعه است که تأکید زیادی در مورد شده و سفارش‌های فراوانی از پیغمبر اکرم و ائمه هدا علیه السلام در خصوص این غسل شده. که در روایت دارد می‌فرماید انسان از خوراک خودش کم کنه و پول جمع کنه برای تهیه آب به جهت غسل کردن در روز جمعه. یا می‌فرماید آدم ناتوان و آدم عاجز اون کسیه که غسل جمعه را انجام نداد. و می‌فرماید اگر می‌دانستند مردم که اثر و فواید غسل جمعه چقدر برای اونها زیاده، هیچ وقت غسل جمعه را ترک نمی‌کردن و وقت آن از صبح روز جمعه بعد از اذان صبح تا ظهر روز جمعه به نیت ادا و از ظهر جمعه به بعد به نیت قضا میتوند آن را انجام بده. بله. انشاءالله. با اجازتون این هم آخرین سواله برای این برنامه. سلام علیکم خدمت شما و کارشناس محترم. ما در فرانسه زندگی میکنیم و در مدرسه اجازه استفاده از حجاب را نداریم. آیا گناه دارد که در مدرسه بی حجاب باشم؟ حجاب از ضروریات دینه، از ضروریات اسلامه و قرآن کریم آیاتی در مورد حجاب دارد و رعایت حجاب برای زن مسلمان هم لازمه و موجب کرامت او میشه، باعث عزت بانوی مسلمان میشه. بانوی مسلمان برای اینکه در جامعه آسیبی نبیند باید پوشش و حجاب اسلامی خودش را مراعات بکنه. بنابراین حتی در چنین مواردی باید حجاب را رعایت کرد و چون به عنوان انجام یک فریضه الهی اگر این خانم این کار را بکنه و حجاب را رعایت کنه، خدای عزوجل راه های دیگری را براش ایجاد میکنه برای تحصیل علم. چون قرآن میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوا پیشه کنه و از حرام خودداری کنه، خدای عزوجل راه خروجی برای او فراهم میکند و از مشکلات نجات پیدا میکنه. بنابراین رعایت حجاب حتی در چنین مواقعی لازم و ضروریه. ممنونم از شما، خیلی متشکرم. دوستان عزیز، مجدداً به شما تبریک میگم ولادت آقای امام هادی علیه السلام رو و آرزو میکنم انشاءالله شما به زودی مشرف بشید به زیارت مزار شریف و نورانی امامین عسکریین. انشاءالله هر چه در چنته داریم رو میکنیم. چند روز دیگه عید قدیر هست، بهترین عید و بزرگترین عید ما شیعیان و مسلمانان. انشاءالله شما هم هر چه در چنته دارید رو کنید و بعد هم محیای محرم میشیم. در پناه امیرالمومنین باشید. انشاءالله بزرگوارانی که موفق نشدن از ابتدای برنامه همراه ما باشن میتونن سر بزنن به فیسبوک و یوتیوب تلویزیون امام حسین علیه السلام و از ابتدای برنامه به تاریخ روز تماشا بکنن. دوستان عزیزی که تقطیع سوالات خودشون رو نیاز دارن میتونن سر بزنن به صفحه اینستاگرام برنامه معراج و
تختی سوالات خودشون رو تماشا کنن. در فنا امیرالمومنین باشید. یا حسنم.